قدم اول. قدم اول یعنی از خودت عبور کنی، قدم های بعدی انگار اتوماتیک رفتن هستش. صلوات یا نه؟ میخوام براتون پله دهم رو براتون بخونم. برای اینکه یادآوری داشته باشیم، شاید یه روزی نتونیم این پله ها رو بشمونیم، اما الان تعدادش کمی میتونیم بشمونیم. یه بار دیگه تکرار میکنم: توبه، مروت، انابت، فتوت، ارادت، قصد، صبر، جهاد، ریاضت، تحضیح. دهمیش میشه تحضیح. تحضیح یعنی چی؟ یعنی پاک سازی، پاک کردن. نه اینکه قبلی ها رو گفتن، پشه ها گفتن که گفتن شما چرا زمستون ها نمیان، تابستون ها چرا نمیان، گفتن نه زمستون ها چیکار کردیم ما حالا؟ شما یه دونه شو جان داختین، هم نوتای دیگه شو چیکار کردیم که یه دونه رو. در قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتان را از آتش جهنم حفظ کنید. در زبان طریقت به این عمل میگن حیلت تحذیب. حیلت یعنی مسیر، حیله کردن یعنی راه پیدا کردن. حیلت تحذیب، حیلت تحذیب سه بخش داره: نفس و خوی و دل. تحذیب نفس، شنیدیم اینو یادتون راز هفته پیش گفتم تزکیه نفس رو خدا گفته چی؟ لا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک نشون ندید، ولی تهذیب نفس رو بکنید، سعی کنید. نه که بگید من فارغ التحصیلم، اسم نویسیتون رو توش انجام بدید. تهذیب نفس، تهذیب خوی و اخلاق، تهذیب دل. بخوانیم، تون بخوانیم، وقت کوتاه هست. تهذیب نفس یعنی وجودمون چجوری پاکش کنیم. تهذیب جسم چی چیه؟ آقا شامپو میخریم، صابون میخریم، لیف میخریم، آب گرم، حموم، سونا، اینا رو بلدیم. حضرت سلیمان به حضرت حق عرض کرد برای طهارت پا و دست آب را به ما نشان دادی. برای طهارت قلب چه کنیم؟ با کدام آب بشوریمش؟ پاسخی که خداوند حالا در سلوک گفته میشه پاسخیه که جای بحث داره، ولی چون پاسخ رو شما ها یاد داشت میکنید یا در اینجا ضبط میشه، من فقط میگم و بعد در انتهای عرایزم میگم. گفت با اشک اندوه و غم نفس رو میخوایم تهذیب کنیم چیکار میکنیم؟ سه بخش داره: از گله به شکر آوردن. نگاه کنید این نفس رو شما میشناسید، نه هم کدوم یه دونه داریم، همش گله میکنه. راه پاک کردنش، لیف زدنش، او را مجبور کنیم از گله کردن به شکرگزاری برگشتن. دو، از غفلت به بیداری. بعضی وقت ما غافلانه زندگی میکنیم، نفسمون غافلانه زندگی میکنه، اما بیدارش بکنیم، با بیداری و آگاهی حرکت بکنه، enlightened بشه. و سوم، از بیهودگی به هوشیاری. شما نگاه کنید در 24 ساعت ما کارهایی که انجام میدیم برای نفسمون چقدرش بیهوده است، چقدرش با هوشیاریه. چه بسا که اون هوشیاری هم در بیهودگی است. یک روایتی داریم میفرماید که اگر کسی در زندگیش دو سجده فقط در حضور و هوشیاری انجام بدهد، خداوند تمام گناهانش رو میبخشه. دو تا سجده. یعنی غفلت آنچنان مستولی است بر رفتار ما که حتی نمازی که دیگه مال خداست،
سجده که دیگه مهمترین بچه هیچی دیگه نمیبینین دیگه، سرمون رو خاکه و چشممون هم رو زمینه، میگه در اونجا اگه تونستی دو تا که میتونی اما دو تا سجده درست بکنی، قول میدهد خداوند تمام گناهان تو رو میبخشه. تهذیب خوبی، اخلاق. از زجر به صبر آیی، از بخل به بذل آیی، از مکافات با عفو آیی. مکافات در زبان عربی یعنی پاسخی به یک عمل، میتواند مکافات عمل، مکافات مثبت، میتواند مکافات منفی باشد. دقت کنید، من توضیح میدم. از زجر به صبر آیی. ما در مسائل امتحانی این دنیا، عرض کردم این دنیا یه سالن امتحانی بزرگه با امتحانات متعدد، امتحانهای مختلف، پر است از امتحانهایی که فارغ التحصیلای مختلفی از توش میان بیرون. می توانیم زجر بدهیم خودمون را، زجر بکشیم از این امتحانات، می توانیم با صبر، آب صبر، سوز زجر را بنشانیم. صبر، این یکیش. دومیش چی بود؟ از بخل به بذل آیید. بذل یعنی دادن، بخل یعنی دستنگی، بذل یعنی گشاده دستی. خودمون رو امتحان کنیم دیگه، چرا راه دور میریم؟ خودمون رو امتحان کنیم. اینجا دو تا چیز عجیب هست تو کانادا. جاهای دیگه دنیا، حالا من چند تا جا رو دیدم، خیلی مثل شما همه جای دنیا رو ندیدم، نرفتم همه جای دنیا، این چند تا دهودی ها رفتم. یه چیز، دو تا چیز عجیب تو این کانادا هست. یک، این سالویشن آرمیه، این تریفت شاپه، همین گدا خونه. یکیش والنتری ورکه، یعنی کار کردن داوطلبی. شما در ایران کار کردن داوطلبی اصلا میخندن، یعنی شما مجانی بریم کار کنین، مفتی سوار اتوبوس بشید بریم اونجا کار کنین. الان هست تو ایران داوطلبی مثل همینجا؟ بله، کمیزک مثلا خیلی ها میرم. نه 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 نه، اشتباه نکنین، نه 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 اشتباه نکنین، تعریف داوطلبی رو اشتباه کردین. داوطلبی که در کانادا کار میکنه برای خدمت و ایثار نمیکنه، از چی میگن؟ از اسرت میکنه. یعنی ممکنه یه کسی بره فرض کنید در این بیمارستانی هم قضا بده، بیره که نمیدونم زیر یکی هم تمیز کنه، بره چیز کنه. اما اینایی که داوطلب هستن میگن آقا شما اگه 50 ساعت داوطلبی نشه بشی اصلا نمیتونی اپلای کار بکنی، باید بری برای خودته، مجبوریه، باید بری داوطلب بشی، پولم بهت نمیدیم، کارم باید بکنی. اینو من ندیدم جایی، اینجا هست. یکی دیگه چیزی که هست، این یه روز سالویشن آرمی هستش که چیه؟ عبارت است از یه سری اجناس که یه ده نمیخوان، یه ده دیگه میخوان، اونا رو میخرن. اما نیت تشکیل این سالویشن آرمی چیه؟ کمک به مستمندا. یعنی شما چه چیزی رو میخری، در واقع پولی میدهی برای این هستش که به این نگاه نکنی که این چنده، به بهانه اون چیزی که نیاز داری پولی را میدهی که اون پول در راه خیر خرج بشه. اینو میخوام بگم، وقتی میگم از بخل به بذل آیی، میخوام بگم توی سالویشن آرمی میشه این امتحان کرد. آقا این گلدان $5، $5 چه خبره؟ مگه اینجا فروشگاه است؟ شما تشریف ببرید فروشگاه اینو بخرید. آقا اینو مغازه اینو میدونم، اون یکی میدونم اسمش، من مغازه زیاد نمیرم، فیوچر شاپ میده $2، این میده $5، ناچسای پدر سوخته. آقا اینجا محل سالویشن آرمیه، اینجا جای بذله نه جای دخل، اینجا جای دادنه نه جای گرفتن. همینجا میتونیم خودمون امتحان کنیم، همین یه نقطه میتونیم امتحان کنیم. معمولا هم میگه دو مرتبه من برخورد کردم با این قضیه که مثلا اون آدمی که اونجا هست میگه شما مثلا شما یه چیزی خرید میکنید، میگه که شما میخواید کمک بکنید مثلا به این صندوق. آقا کمک چی؟ اصلا من برای کمک نیومدم اینجا. اشتباه گرفتی حاجی. میگه از بخل به بذل آیی. ببینید وقتی خداوند در قرآن راجع به بذل صحبت میکنه، عزیزم شوخی که بنا نداریم، که یا باور داریم یا نداریم، یا به این حرفا اعتقاد داریم یا نداریم. ایمان خاکستری نیست رنگش، یعنی شید خاکستری نداره، یا بله یا نه،
مثل صفر و یک کامپیوتر میمونه، یا ایمان داریم یا نداریم. و جالب امشب آیاتی داریم که این صفر و یک رو به ما نشون میده. حالا بعد از نماز که انشالله رسیدیم من اشاره خواهم کرد به این قضیه. آیا قبول دارید که خدا راست میگه؟ بله. آیا شما به خدا ایمان دارید؟ بله. آیا شما هیچ شکی ندارید؟ نخه. خدا گفته اگر در راه من یک دلار بدهی بهت 700 دلار میدهم. چطوری؟ ما نمیدونیم چطوری ولی میدهم. فکر نمی کنم. همون خدا گفته اگر حج بروی و برگردی من تو را تا آخر عمرت بی نیاز میکنم. چجوری قبل از حج میدویدی شب و روز؟ بعد از حج دیگه نمیخواد بدویی. حج؟ بریم حج برگردیم که باید روسریم رو صفتر بکنیم و نمیدونم دیگه عرق نخوریم و قمار نکنیم و کسی رو نگاه نکنیم و نه آقا زوده، الان که نمیشه حج رفت که الان اول زندگیمونه. شنیدی اینا رو؟ زیاد شنید. روزه بگیری برای صحت تو خوب است. آیه این حضرت رسول میگه اینا، صدق الرسول میگه چی؟ سومو صحو، روزه بگیرید تا خوب بشید. من زخمت دارم، من کلیه خراب دارم، من نمیدونم چشام وقتی یکی اومد به من گفتش که وقتی روزه میگیرم چشام خوب نمیبینه. ما خانوادگی وقتی که تشنمون میشه چشمامو خوب نمیبینیم. خانوادگی هم میزنید یعنی یه جرد جرده تردائیه. آقا میگه سومو تصحو، اگر روزه بگیری خوب میشی. این آقای محمد علی کلی که مسلمون شد و این داستانا برش اتفاق افتاد، خب حالت ما دوره های ماست، شما جوانترها نمیدونید. خب این آدمی بود در اوج قدرت و چنین و چنان و خب بالاخره حالا مسلمان شد. بعد این یه بیماری گرفته بود، از بس مشت مغزش خورده بود، این اصلا تمام تعادل بدنش به هم ریخته بود دیگه، در یه سنی یه دفعه تمام تعادل بدنش به هم ریخت. بعد اینو بهش گفتن آقا میگن حضرت رسول گفته صوم و تصحو، و این صوم و تصحو روزه گرفت و حالش خوب شد. حالا ما بگیم آقا روزه سخته، شب صبح نصف شب چی دو خوریم تشنه کلیه همه چیمون همینجا. اینو بهش میگن بذل و بخل، بخل و بذل. سلدشن آرمی، دستور خدا، 700 تا، 1000 تا، دسته اینو بگیری، دستور اینا همش دسته حسین کرد شبستریه. خب، دسته حسین کرد شبستری، تمرینش چیه؟ اینجاست. سومیش چی؟ از مکافات به عفایی. آقا خوی خودت رو، اخلاق خودت رو باید طوری درست بکنی که وقتی که میدانی که الان باید مکافات بکنی، الان باید انتقام بگیری، الان باید چیز کنی، عفو کنی. خیلی سخته. چند دفعه اینو شنیدی؟ من یه دو تا فوش به این یارو بدم دلم خنک شه. مثل رادیاتور ماشین میمونه. فوش دادن. یعنی اگه فوش رو بدی این فول میشه. یعنی درجه 100 رسیده میاد پایین. یه کسی به من گفتش آقا من اجازه بدین دو تا فوش به این یارو بدم خنک بشم. گفتم بده. گفتش که چه این جرم نگرفتی؟ گفتم چون در اون که اثری نداره، حداقل تو خنک میشی. یعنی قطعا این فوشه که تو توی ماشین که هیچ کس نمیشنوه جز بنده، سه تا فوش خار مادر بخوای به اون ماشینه بدی که نمیشنوه، حداقل تو رو آروم میکنه. اون که نمیشنوه نمیکنه. تمرینش چیه؟ بتونی فوش ندی و خاموش بشی، بتونی درجت رو پایین بیاری. اینا هنره. شما ها یاد گرفتین فقط یوگا، دست رو ببر اینجوری کن، بتون اینجوری کن، این یوگا، این یه یوگا میتونی؟ خیلی زور داری؟ من نمیتونم زانو بیارم به گوشم بچسبونم. اشکال نداره، این کاری میتونی بکنی، برو بکن. صد برابر یوگا تو رو جلو میبره. ولی کسی نبوده بهت بگه بکن. آقا مکافات عمل رو عف جلوشو بگیر، عف کن. حالا بعدی تهذیب دل. حالا یه دلی داریم ما. خداوند در قرآن مدام میگوید که فی قلوبهم، فی قلوبهم، علا قلوبهم، فی قلوبهم. قلب رو ما میشناسیم، قلب یه دونه چیزیه، گوشتیه، تکون میخوره، پمپ تو بدن کار میکنه. اما آیا این همونیه که خداوند هم میگه فی قلوبهم مرض، نمیدونم ختم علا قلوبهم، ینقلب القلوبهم، قلبهاشون رو عوض میکنیم؟ این اون نیست.
قلب یک بخش عظیمی از وجود و نفس ماست که در قسمت بطن بدن ما قرار گرفته، اتفاقا نزدیک همین قلب به قول معروف مایچه‌ای هم هست.